چرا قطع رابطه میکنیم و چرا علاقمون رو به کردن یه کار به مرور زمان از دست میدیم بی خیالش میشیم میریم سراغ پروژه بعدی یا برعکس چرا تصمیم میگیریم که بمونیم و ادامه بدیم و اینکه تا کی باید ادامه داد اینا تصمیمات مهمی هستند که توی زندگی روزمره می میگیریم تو پیدا کردن خوراک روابط کار و مکانیسم این تصمیم گیری شبیه همین میوه چیدن از درخته مغز پیشگو من باید حدس بزنه دخل و خرج بدن رو محاسبه کنه پیشبینی کنه اگر به ازای انرژی که دارم خرج میکنم سود بیشتری نصیب من بشه خب به انجام اون کار ادامه میدم اما اگه برعکس تلاش من مثل سابق به سمر نرسه میرم انرژی محدودم رو جای دیگه سرمایه گذاری میکنم به این فرمول اصطلاحا میگن مارجینال ولیو تئوری ارزیابی هزینه نهایی توی سال 1976 اولین بار مطرح شد و میتونه چراهای بزرگی رو جواب بده مثل چرا افسرده میشیم چرا مود ما در طول روز بالا میره و دوباره افت پیدا میکنه و اینکه چرا بیماری ADHD میگیریم از این شاخه به اون شاخه مرتب میپریم یا بیماری مخالفش که از اون ور بوم میفتن این افراد سوزنشون روی مسئله روی هدف گیر میکنه و خیلی دیر گیواب میکنن منصرف میشن بی خیالش میشن ببینین چقدر مهمه که اپتیمایز گیواب کنیم به موقع دست از تلاش بکشیم و حتی کار رو تعطیل کنیم تئوری مارجینال ولیو بریم ببینیم که چی داره باسمون خب تئوری اینجوریه که من الان تصمیم گرفتم میوه بچینم میرم اولا اینکه چرا اصلا از خونه پا شدم اومدم میوه بچینم یه مسئله ای که آخر بار توضیحش میدم واسه توضیح افسردگی ولی خب به هر حال تصمیم گرفتم بیا امروز میوه بچینم و خب یک زمانی رو صرف پیدا کردن درخت میکنم وقتی که درخت رو پیدا کردم خب اولش همه چی خوبه مود من بالاه چون که داره پاداش زیادی سود زیادی به هم میرسه میوه زیادی ابتدا میچینم توی هر دقیقه پاداش زیادی داره بهم به میرسه و دوپامین زیادی ترشو میشه و خوشحالم کار رو ادامه میدم تا وقتی که دیگه این شاخه خالی بشه خب اون موقع مود من میاد پایین و من تصمیم میگیرم از این شاخه بپرم به اون شاخه اون شاخه که هنوز پرسمر میوه زیادی داره به هم میده و وقتی اون شاخه هم خالی شد مود من پایین میاد دوپامین کمتری ترشح میشه انگیزه و علاقه رو به اون شاخه از دست میدم و میرم شاخه بعدی شاخه بعدی همینجور درخت بعدی منابع بعدی تا اینکه جایی میرسم که باید تصمیم بگیرم کی باید کل کار رو تعطیل کنم و برم خونه وقتی که به اندازه کافی من میوه چیدم سیر شدم و حتی سبد سنگینی هم باید تا خونه هم کنم و تمام بعد از ظهر هم میدونم که باید واسه مربا درست کردن واسه مربایی که شاید حتی تا سال آینده هم نتونم بخورمش باید صرف کنم آدم عاقل زودتر تصمیم میگیره کار رو تعطیل کنه این خیلی مسئله مهمی از نظر زیستشناسی بقا توی تکامل ما یه اجدادی داشتیم که به همین سادگی این کار رو انجام نمیدادن از این شاخه به اون شاخه پریدنشون دیر اتفاق می افتاد سوزنشون روی مسئله روی هدف گیر می کرد با اینکه سمر نمیداد زیاد ادام می دادن خب اون از سوء تغذیه مردن یا افرادی هم بودن که زیاد مثل بیماری ADHD زیاد از این شاخه به اون شاخه می پریدن زمان درستی و صرف هر شاخه نمی کردن. خب انرژیشون رو واسه پیدا کردن درخت های جدید و توی هزینه راه رفتن و چیزهای دیگه خرج می کردن و اونها هم منقرض شدن حالا کاری به این اجداد نداریم توی زندگی امروزی توی نسل ما هم یک نسخه خفیفتری از این اجدادمون وجود داره که بیماری ADHD دارن از این شاخه به اون شاخه مدام پرند، نمیتونن توجهشون رو به یک کار اختصاص بدن مدام پرش افکار دارن یا بیماری مخالفش ازدیاد توجه که به موقع گیواپ نمی کنن شکست و نمی پذیرن سراغ استراتژی جایگزین نمیرن البته ما اجدادی هم داشتیم که اینقدر توی طبیعت می موندن که خودشون خوراک حیوانات درنده دیگه می شدن خیلی مهمه که کار رو به موقع تعطیلش کنیم خلاصه که اون اجدادی از ما زنده موندن که به وقت مناسب از این شاخه به اون شاخه پریدن وقتی که منابع کم بود رفتن سراغ منابع جدید استراتژی رو تغییر دادن و وقتی که نیازشون تامین شد رفتن خونه بیشتر رفتارهای انسان و جونورای دیگه پیگیری کردن یک هدفه مغز پیشگوی ما نباید با دو, دو تا چهار تا بلکه با استفاده از هیجانات ایموشنز کمک میگیره ازشون تا برآورد کنه یک کار رو باید انجام بدیم ادامه بدیم اگر احساس خوشایندی داریم هنوز علاقه به یک فرد به یک کار ادامهش میدیم چون دوپامین بیشتری تو مغز ترشح میشه تمام اون انتقال دهنده هایی که مود ما رو بالا میبرن واسه ادامه داشتن یک کار داره اونجا ترشح میشه و در نهایت ما اون کار ادامه میدیم یا برعکس رفتار ما تنظیم میشه واسه اجتناب کردن، فرار کردن یا هیچ کاری انجام ندادن واسه اینکه در هزینه ها صرف جویی بشه این رفتار فقط مختص انسان نیست جونورهای دیگه مثل سوسک، زنبور اصل، مارمولک، شامپانزه، انسان همه ما داریم اینجوری دخل و خرج بدن رو تنظیم میکنیم تا بهینه از انرژی محدود استفاده کنیم مثلا زنبور اصل هم همینه توجهش رو باید به گردش بیاره بره سراغ گلهایی که شهد بیشتری دارن و اون زنبورهای زنده موندن توی فراینده تکامل توی میلیونها سال تکامل که به وقت مناسبش کارو رو تعطیل کردن وقتی که داره غروب میشه هوا تاریک میشه پرواز کردن سخت میشه هزینه بر چون هوا سردتر شده و اینکه گلها خودشون رو میبندن و شهد کمتری دستگیرشون میشه یا این هزینه واسه حیوانی مثل خرگوش حتی به مراتب بیشتر سنگین چون به قیمت جونش تموم میشه چون اگر دیر کارو رو تعطیل کنه خوراک آقا روباهه میشه اما بعد از همه این حرفا بیماری افسردگی چیه؟ بیماری افسردگی اینه که خرگوشه اصلا از لونش بیرون نره چرا؟ چون مغز پیشگوه خرگوش قانع شده که بیرون رفتن به زحمتش نمیارزه هیچ منابعی اونجا نیست هیچ سودی تو انجام هیچ کاری نیست پس بهترین استراتژی در لحظه اکنون اینه که هیچ کاری انجام ندیم وقتی که یک کار سمر نمیده بهتره که همون جای امنی که هستیم بمونیم یا حداقل بریم یه سرپناه جای امن پیدا کنیم تا وضعیت سیچویشن تغییر کنه تا منابع شاید بیشتر بشه حتی گاهی وقتا توی جونورها میبینیم که نه فقط کاری انجام ندادن حتی کمتر از کاری انجام ندادن استراتژیشونه مثلا دمایی بدن رو میارن پایین یا حتی به خواب زمستونه میرن تا وقتی که منابع بیشتر بشه بیدار میشن دمایی بدن متابولیسم رو میبرن بالاتر و به کار ادامه میدن افسردگی همینه برای صرف جویی ما قانع شدیم که هیچ کاری به زحمتش نمیارزه و بهتره که اون امنیتی که داریم حداقل اون تخت خوابمون رو ترک نکنیم واسه کارهای پر ریسک که ممکنه هزینه زیادی واسمون داشته باشه اما همیشه این فرمول کار نمیکنه گاهی وقتا توی جونورا میبینیم حتی انسان توی مواقع سخت تصمیماتی گرفته میشه که ریسک زیادی دارن و ممکنه اون ریسک باعث بشه هزینه زیادی پرداخت کنیم حتی به قیمت جونمون یا اینکه سود زیادی نصیبمون بشه مثالش توی انسان فرار کردن از زندانه ممکنه به قیمت تیر خوردن تموم بشه ممکنم هست به قیمت آزادی تموم بشه گاهی وقتا هم پس هیچ کاری نکردن نیست برعکس کارهای پر ریسک انجام دادنه و این توضیح میده که چرا گاهی وقتا مود بالا شیدایی رو تجربه میکنیم گاهی وقتا مود پایین میتونیم به این مودها اعتماد کنیم میتونیم هم اعتماد نکنیم این رو هیچ کس نمیتونه به شما بگه و پوینت قضیه هدفی که داشتم از ضبط این ویدیو همین بود که این اپتیمایز گیواب کی وقتش بیخیال بشیم رو هیچ کی نمیدونه تا کی باید به یک رابطه ادامه بدیم تا کی مدارا کنیم یا کی باید قطعش کنیم یا کاری که سمر نمیده حقوق و مزایای خوبی نداره رو تا کی ادامه بدیم یا کی باید استعفا بدیم این رو هیچ کی نمیتونه بگه و گاهی وقتا توی فرایند درمان مثل توی روانشناسی روانپزشک ممکنه فلوکستین فرزند تجویز کنه و فلوکستین کمک میکنه اون نوروترانسمیترها اون انتقال دهنده هایی که واسه انجام کار باید ترشح بشه بیشتر ترشح بشه و ما با وجود اینکه باید گیواب کنیم اپتیمایز گیواپ تایم خوبی واسه گیواب کردن و شکست رو پذیرفتن هست ولی این ارورها مغایرت با پیش رو نادیده بگیریم مدارا کنیم به یک رابطه سمی به یک کاری که ثمر نمیده ادامه بدیم انتقادهای زیادی به این داروی فلوکسیتین هست مثلا تو یک آزمایش به موش هایی که فلوکسیتین داده بودن اینقدر شنا کردن توی آب که غرق شدن از خستگی زیاد اما موش هایی که فلوکسیتین مصرف نکردن استراتژی رو تغییر میدادن و جون خودشون اینجوری نجات دادن گاهی وقتا نیاز به این مودها بالا پایین شدن مود افسردگی توجه بیشتر نشون بدیم شاید لازم باشه استراتژی رو تغییر بدیم یا از انجام یک کار ادامه یک کار رابطه منصرف بشیم اما اینو هیچ کی نمیتونه به شما بگه هیچ اپتیمایز گیو اپ تایمی واسه همه وجود نداره یه نسخه واحد برای همه وجود نداره و سختی زندگی همینه که خودت بتونی بر اساس هیجاناتی تجربه میکنی بر اساس آزموده ها و درس هایی که از زندگی یاد گرفتی با آزمون خطا بتونی پیش بینی کنی که باید کار رو ادامه بدی یا باید منصرف بشی همیشه تشویق کردن افراد به انجام یک کار سخت ممکنه کار درستی نباشه اما خیلی وقتا هم کار درستیه یک نکته مهم در مورد آدم های موفق اینه که اونا قبل از این کار کلی کار دیگر رو گیواب کردن تسلیم شدن شکست و پذیرفتن ولی توجهشون دادن به این کار چون که یک سر هایی داشتن یک موفقیت ها یک پاداش ها دوپامین هایی تو مغزشون ترشوه می شده که کمکشون کرده حالا شانس هم کمک کرده که بتونن اینو ادامه بدن همیشه پس تشویق کردن به انجام و ادامه یک کار ممکنه کار درستی نباشه ممکنم هست کار درستی باشه نظرتون رو توی یه بخش کامنت بنویسید خب وقت جنبندیه گفتیم که باید توی اوج خداحافظی کرد و به رسم شکل اینجوریه این تئوری مارجینال ولیو یک نمودار داره که اگه تصویر رو نمیبینید تو بخش کپشن و تو کانال تلگرام لینکش رو میذارم اونجا میتونید پیداش کنید این نمودار اینجوریه که برای مارجینال ولیو ارزیابی هزینه نهایی ما یک کاری رو تصمیم میگیریم شروع کنیم یک زمانی رو برای جستجو کردن خرج میکنیم وقتی که به منبع رسیدیم کار شروع می کنیم اولش همه چی خوبه سود زیاد نسبت به هزینه‌ای که داریم انجام میدیم ولی یه نقطه میرسه همیشگی نیست این سود باید تغییر استراتژی بدیم از این شاخه به اون شاخه بپریم یا برای زنبور اصل از این گل به اون گل باید بپره به این نقطه میگن اپتیمال گیوینگ آپ تایم من ترجمهش میکنم توی اوج خدافزی کردن بهترین زمان برای تغییر استراتژی. بیماری ADHD کم توجهی اینجاست که خیلی زود از این شاخه به اون شاخه میپرن بیماری بیش توجهی خیلی دیر از این شاخه به اون شاخه میپرن بیماری افسردگی هم اینجاست که اصلا کار شروع نمیشه مغز پیشگو به این پیشبینی رسیده که شروع هر کاری میتونه هزینش بیشتر از سودش باشه برای همین بهتره توی لونمون توی اون خونه امنی که داریم بمونیم تا وضعیت بیرون تغییر کنه محیط بهتر بشه بعد همین کار رو شروع کنیم مشکل افسردگی اینه که طولانی مدت میشه وضعیت بیرون سیچویشن تغییر کرده اما پاسخ درستی نسبت به محیط بیرون نمیدیم این باید درمان بشه اما خلاصه این نقطه اپتیمال گیوینگ آپ تایم رو هیچکی به شما نمیتونه توصیه کنه گاهی وقتا تشویق شنیدن یا انتقاد شنیدن منصرف شدن زود یا منصرف شدن دیر همه اینا میتونه مشیه ساز باشه اینو بر اساس مود شرایط تجربه خودتون باید پیداش کنید اینو هیچکی نمیدونه کی وقتشه که ما یک کار رو تموم کنیم کی باید ادامه بدیم کامنت نوشتن شما واسه پادکست چراگاه هم همین کار رو میکنه به من کمک میکنه بتونم بهتر حدس بزنم اگر انتقادی هست برام بنویسین اگه تشویقی هم هست که ممنونتون میشم کمک میکنه انگیزه بگیرم ادامه بدم یا حتی این حمایت های مالی کمک میکنه بودجه بهتری واسه ساخت با کیفیت تر پادکست داشته باشیم در نهایت مرسی که چراگاه دنبال میکنید و اینکه دوستای خودتون رو به چراگاه دعوت میکنید من مهران هستم و این اپیزود توی بهار 1403 داره ضبط میشه.